در نشست علمی آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامظله شخصی از معظم الله پرسید آیا می توان به اهل بیت علیهم السلام لفظ خالق و رازق اطلاق کرد؟ آیا اراده اهل بیت در طول اراده خدای متعال است یا در عرض اراده خدا؟ بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی شیرازی دامظله در جواب فرمودند شکی نیست از روایات متواتر استفاده میشه که این 14 معصوم صلوات الله علیهم اجمعین خدای عز و جل همه چیز را تحت قدرتشون قرار داده، همه کار میکنن اما به اذن الله. فقط چیزی که هست در خلق و رزق این دوتا حضرت الله علیه السلام نهی فرمودن که به ما نگید خالق، به ما نگید رازق. این نکته نمیشه عرض کردم، مثل اینکه در قرآن کریم خدای عز و جل فرموده انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، شما زراعت کردید، خدا میفرماد یا ما زراعت کردیم، تو همه سبب همه اشیاء خدای عز و جل. مع ذلك با اینکه خدا فرموده ام نحن الزارعون، نمیشه به خدا یکی از اسماء الله الحسنى زارع نی، جایز نی اصلا بگیم یا زارع، به خدا میگیم یا خالق، یا رازق، یا الله، یا رحمان، یا رحیم، اما جایزه بگیم یا زارع نه، حرامه، چون اسماء الله توقیفیه، منافات نداره، یک چیزی یه حقیقتی باشه اما در این حال اطلاق یک لفظ خاصی جایز نباشه. آره اشکال نداره، نه در طوله، همین شکلی در طوله، گاهی اینجا میدونم، اما خالق نمیشه گفت، خالق نمیشه گفت، با اینکه قرآن کریم نسبت به حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام فرموده است که نقل از حضرت عیسی اینی اخلق لکم من الطین که هیئت الطیر، اما جایز نیست به عیسی بگیم خالق، جایز نیست، منافات نداره، این حتی به ادله شرعی است دیگه. لازم به ذکر است که سلسله نشست های علمی بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامظله به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قم رأس ساعت 12:15 به وقت محلی قم برگزار از شبکه امام حسین علیه السلام به صورت زنده پخش می شود.